بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسلة درس های مضمون تاریخ تشریع اسلامی قرار داریم. جلسات گذشته مباحث ابتدایی خوانده بودیم، مقدمه داشتیم و موارد دیگری که در این کتاب نیاز بود. فصل اول کلیات و معلومات عمومی و بالاخره مبحث پنجم خصائص و ویژگی های شریعت اسلامی. مبحث ششم مصادر تشریع و قانونگذاری در اسلام. مصادر اتفاقی داشتیم و مصادر اختلافی داشتیم. مبحث هفتم مقاصد و اهداف بزرگ شریعت اسلامی. جلسه گذشته درس ما دقیقا از همینجا بود. حفظ نفس و خون انسانها، حفظ مال و ثروت انسانها، حفظ دین انسانها و امروز از حفظ عقل انسانها شروع میکنیم. یکی از اهداف بزرگ شریعت اسلامی آن است که عقل انسانها در امان بماند. مردم با شراب نوشی، با بدمستی عقل خود و دیگران را زیر سوال نیاورند. عقل اصلا چی است؟ در لغت معنای منع و بستن. عقل و توکل، با توکل زانوی اشتر ببند در روایت آمده. و عقل را هم عقل میگن به خاطری که انسان را از خیلی کارها باز میدارد، منع میکند، جلو رایش را میگیرد. مرو راهی که پایت ببندند، مکن کاری که هوشیاران بخندند. این کارها رو نباید انجام بده. و عقل پیامبر درونی هم گفتند گوهر گرانمایه است که در وجود انسان نهاده شده و هر آنچه که انسان را به خطر بیندازد برایش آن را حرام اعلان میکنه، آن را ممنوع اعلان میکند و آن را منع اعلان میکند. حالا اسلام به خاطر حفظ عقل انسانها راهکارهای زیاد ارائه کرده است. از جمله شراب نوشی حرام شده است. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. ای اهل ایمان، شراب، قمار، نشانه های معبودان باطل و تیرهای فال پلید و کار شیطانی است. به خاطر حفظ عقل انسان ها شریعت اسلامی شراب نوشی را اعلان کرد، حرام اعلان کرد. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. یک مورد. مورد دیگر، به خاطر حفظ عقل انسان ها شریعت اسلامی برای شرب خمر حد در نظر گرفته است. اگر کسی خلاف ورزی کرد و شراب نوشید، در روایات آمده که رسول گرامی اسلام حدود 40 ضربه او را میزد. 40 ضربه مشخص نبوده است، احیانا با شاخه درخت خرما یا با کفشی، به هر حال حدود 40 ضربه شلاق بود میزد. در زمان ابوبکر صدیق موضوع به همین منوال بود تا اینکه عمر فاروق با صحابه در رابطه با حد خمر مشورت کرد. عبدالرحمن ابن عوف گفت سبکترین حدود 80 ضربه شلاق است و عمر نیز فرمان داد که 80 ضرب شلاق بر شارب خمر زده بشه. حفظ عقل انسان ها یکی از اهداف بزرگ شریعت اسلامی که برای شراب نوشی حد اعلان شده است. همچنین انسان به هر نوعی که خود را مست کند حد بر او حتما جاری میشه، به خاطر اینکه عقل انسان ها در امان بماند. و بالاخره مورد پنجم از اهداف و مقاصد بزرگ شریعت اسلامی به عنوان کلی ما است. مورد پنجم چی بود؟ حفظ عرض، آبرو و نسل انسان ها. عرض به معنای آبرو. آبرو و نسل انسان ها باید در امان بمانه. هر کل المسلم علی المسلم حرام. تمام قسمت های زندگی یک مسلمان دخالت کردن در آن برای مسلمان دیگر حرام می باشد. با آبروی مسلمان نباید نزدیک شود. به مال مسلمان، به خون مسلمان و به عرض مسلمان خود را نزدیک نکنید. به خاطر اینکه آبروی شخص مسلمان در امان بماند،
شریعت اسلامی راهکارهایی ارائه کرد، از جمله زنا را حرام کردند. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا، به زنا نزدیک نشوید، کار زشتی است و روش خیلی بدی می باشد. و حد هم برای زنا اعلام کرده، از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، زن و مرد زناکار هر کدام را 100 ضربه شلاق بزن. ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، و در دین الله برای آنها، برای آن دو دلسوزی نکنید. زنا را حرام کردنید، برای آن حد اعلان کرده و بالاخره حد قذف را هم مشروع کردنید. قذف چی است؟ قذف یا قذف در لغت به معنای زدن و انداختن، و در اصطلاح آن است که شخصی، مرد یا زنی محسن و پاک دامنی را به زنا متهم کنه. حالا یا میره 4 شاهد میاره، اگر 4 شاهد مرد آورد که حد بر متهم جاری میشه، و اگر نتوانست بیاره، حد قذف بر این شخصی که مدعی هست و متهم کننده است جاری میشه. حد قذف را مشروع گردانیدن. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، و آنان که زنان پاکدامن را متهم میکنند و سپس 4 شاهد مرد آورده نمیتوانند، فاجلدوهم 80 جلده، آنها را 80 ضرب شلاق بزنید. هر یک از این کسانی که دیگر را متهم کرده، 2 نفر بودند، 3 نفر بودند، یا ولو اینکه 4-5 نفر باشند و ثابت کرده نتوانند، هر کدام را 80 ضرب شلاق بزنید. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، و هرگز گواهیشان را نپذیرید، قبول نکنید. قاضی اینها را در بلک لیست خود قرار بده. بله، هر وقتی که به محکمه آمدن، قاضی بگه شما همو کسانی هستین محدود فی القذف می باشید، حد بر شما جاری شده، دیگه محکمه شهادت و گواهی شما را پذیرفته نمی تواند. و اولئک هم الفاسقون، و این گروه در نزد الله فاسقند. 3-4 عذاب خیلی شدید برای این مردم در نظر گرفته شده است. برای تفصیل به کتاب مقاصد الشریعه الاسلامیه از محمد طاهر ابن عاشر عاشور از علمای بزرگ تونس مراجعه کنید. مقصد 5 از مقاصد بزرگ شریعت اسلامی آن است که عرض، آبرو و نسل انسان ها در امان بماند. به خاطر به دست آوردن، به خاطر حصول این مقصد، زنا را حرام کردند، برای آن حد لازم کردند، حد قذف را مشروع کردند، تا اینکه مردم یکدیگر را به دروغ متهم نکنند و آبروی یکدیگر را بر زمین نرسانند. این بود مقاصد و اهداف بزرگ شریعت اسلامی. خب، مبحث 5 داریم، مبحث 8 ببخشید، مبحث 8، آیا تشریع اسلامی برگرفته از تورات و انجیل است؟ برخی از دانشمندان، غربی ها به طور عموم، اینا را نمیتوان به آسانی دانشمند هم نامید، برخی از مستشرقین، مستشرقین کی هستند؟ شرق شناسان، اورینتالیسم، خاور شناسان، دانشمندان غربی که میآیند و در رابطه با اسلام اینها افکار و آرا و نظریات خود را اعلان میکنند، در شرق اسلامی میآیند، درس میخوانند، به مصر میآیند، به کشورهای خلیج میآیند، به سوریه میآیند، به پاکستان میآیند، در اینجا دروس اسلامی را میخوانند و خود را از کم و کیف قضیه آگاه میکنند و کوشش میکنند بر اسلام شکوک و شبهات وارد کنند. اینها را میگویند مستشرقین. برخی از مستشرقین از جمله گلدزهر، گلدزهر مستشرق یهودی است، در 1921 فوت کرده و از مؤلفین دایره المعارف اسلامی هم می باشد. اتهام های زیادی بر اسلام وارد کرده. برخی از مستشرقین مثل گلدزهر و مثل تیودور وان کرمر، وان کرمر هم از
اهالی میونخ هست. میونخ در جرمنی در 1927 فوت کرد. اینها شبهات و گفتگوهای زیادی طرح کردند که گویا قرآن کریم برگرفته از تورات و انجیل، برگرفته از عهد قدیم اولد تستمنت و عهد جدید نیو تستمنت می باشد. عهد جدید اناجیل خمسه است: انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل برنابا، انجیل یوحنا و انجیل مرقس. پنج انجیل داریم، یک قرآن داریم، اما پنج انجیل بر علاوه که دستکاری شدن و طرز شنیع یک دیگر را تردید هم می کنند. یک موضوع در یک از اناجیل یک طور آمده و در انجیل دیگر طور دیگر آمده است. در این کتاب ها دستکاری های زیاد شده. برای تفصیل دستکاری ها نگاه کنید به کتاب اظهار الحق از رحمت الله کرانوی هندی. خصوصا شیخ احمد دیدات از اظهار الحق خیلی استفاده کرد و شیخ احمد دیدات استاد همین دکتر زاکر نایک است. زاکر نایکی که در پیس تی وی اردیدن و همیشه با مسیحیان جهان مسیحیت را چلنج میده. و استادش احمد دیدات هم قبل از او در المناظره الکبرى، بزرگترین مناظره‌ای که بین اسلام و مسیحیت شد، در رایل پلیس لندن دکتر انیس شوروش بزرگترین مناظره آمریکایی را شکست داد در حضور بزرگترین دانشمندان اروپایی. حالا برخی از مستشرقین مثل گلزهر و وان کرمر اینها میگن که قوانین اسلامی تشریع قرآن از تورات و انجیل یا از قوانین رومانی مخصوص است. یعنی رسول گرامی اسلام بی ادیان و قوانین معرفت کامل داشته، انسان درس خوانده بوده، به سرزمین شام سفر کرده، چنان که در کتاب های تاریخی خودش ما آمده که پیامبر در خردسالی به سفر شام رفته بوده و در آنجا از علما و دانشمندان بزرگ یهود و نصارا موضوعات زیادی را فرا گرفته است. این خلاصه شبهات مستشرقین است. اما بیایم به جواب. صفحه 58 کتابی که دست ما هست، چاپ اول، احتمالا چاپ های دوم و سوم هم یک دو صفحه، چهار صفحه بیشتر با یک دیگر فرق و تفاوت نداشته باشد. در پاسخ این شبهات مستشرقین باید گفت که به شهادت قرآن کریم، به گواهی قرآن رسول گرامی اسلام امی بودن. امی یعنی کسی که خواندن و نوشتن بلد نیست، درس نخوانده است، کدام کالج، مکتبی، پانتون، هیچ جای نرفته است. وقتی هم که جبرئیل علیه السلام پیامبر را در غار حرا در آغوش میگیره و میگه اقرا، پیامبر چی میگه؟ ما انا بقاره، ما خوانده نمیتونم، درس نخوند. بار دوم و سوم تا اینکه آیات نازل میشه، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، بخوان به نام پروردگار که انسان را آفرید، انسان را از خون بسته آفرید، بخوان و پروردگارت کریمترین و بزرگوارترین است، ذاتی که انسان را آفرید و او را تعلیم داد، آموزش داد، به وسیله قلم او را آموزش داد. در پنج آیه اول سوره اقرا در رابطه با قلم و تعلیم و آموزش حرف و حدیث هایی گفته شده که نشان میده دین جدید دین علم است، دین دانش است. به گواهی قرآن و به گواهی تاریخ رسول گرامی اسلام امی بوده. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت و غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، سعیست امی بوده است. اما با وحی صدها مدرس مثل ابو بکر و عمر و عثمان را تدریس می کرده و برایشان آموزش می بوده. در قرآن کریم آیه داریم، سوره عنکبوت، و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. مبطلون ای محمد، تو هرگز پیش از این کتاب نمی خواندی، اصلا خوانده نمی توانستی و با دست خود هم چیز نوشته کرده نمیتوانستی. اگر تو کتاب میخواندی و چیز نوشته میکردی، در این صورت کسانی که در صدد تکذیب و ابطال سخن تو هستند شک و تردید میکردند. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ای محمد، تو نمیدانستی که کتاب چی است و ایمان چی است. ما متوجه شدیم. ای از امی بودن رسول کریم. روایات زیادی در احادیث هم هست که به احادیث
وارد نمیشیم به روایت. و همچنین از نگاه حدیث و روایات درست، سفر پیامبر به شام و خصوصا به بصره‌های شام مردود هست و صحیح نیست که رسول گرامی اسلام در خردسالی به آنجا سفر کرده باشد. متاسفانه مستشرقین دستگیره‌های از کتاب‌های خود ما دارند. همیشه اگر یاد شما باشه در صنف ها برای شما میگم که به روایات موضوعی و جعلی چنگ نزنید، روایات ضعیف را به خورد مردم ندهید، چون حتما یک جای به مشکل برمیخورید. یک عده کوشش میکنند از هر روایت ضعیفی ما اعجاز علمی قرآن و سنت را ثابت بکنیم. نیازی نیست که اصلا ثابت بکنیم. قرآن کتاب ساینس نیست، رسول گرامی اسلام هم ساینتیست نبوده، قرآن کتاب هدایت و کتاب اخلاق است و پیامبر معلم اخلاق بود. خلاص، امروز شاید چند نفر احساساتی بشوند که بله این موضوع ساینسی که فلان دانشمند و عالم فیزیکس و کمستری و بیولوژی بیان کرده در قرآن هم آمده و یا در سنت آمده، فردا که او معلوم بشه که مثلا فردا علم این موضوع را رد بکنه، او وقت چی کار میکنه؟ یا مردم خبر بشن که این روایت صحیح نیست. علی کل حال قرآن کریم کتاب ساینس نیست و رسول گرامی اسلام هم دانشمند علوم فیزیکس و کمستری و بیولوژی هم نبود و ثابت نیست که پیامبر در خردسالی به بصره‌های شام سفر کرد. روایات در کتاب‌های روایی ما هست، قویترین آن در سنن ترمذی و در مستدرک حاکم آمد که پیامبر 9 ساله یا 10 ساله یا 11 ساله بود، از این بیشتر حتی رومون میگن 9 ساله و 10 ساله بود، که همراه کاکای خود ابوبکر صدیق، همراه کاکای خود ابو طالب و همراه ابوبکر صدیق و همراه بلال به سرزمین شام آمدند و در آنجا یک راهبه به نام بحیرا ایشان را میبیند و بقیه داستان شما در برخی از کتاب‌های مکتب و کتاب‌های داستان خوانده باشید. این موضوع به تفصیل ما در سیره حدیثی توضیح دادیم. روایت‌های سیره که می‌خوانیم یا می‌شنویم تا کجا صحیح است و کدام موارد را به مرور زمان در آن افزودند. این روایت صحیح نمی‌باشد که رسول گرامی در خردسالی همراه ابوطالب و ابوبکر صدیق سفر کرده باشد. چرا؟ حافظ ذهبی که بر مستدرک حاکم تعقیبات دارد میگه از آن نه موضوع ان و بعد نه باطل، می روایت را موضوعی میدونه و قسمت های از آن اصلا از ریشه باطل است. در سند این روایت کسی آمده به نام عبدالرحمن بن غزوان، ذهبی میگه او روایت های منکر زیادی دارد، به ویژه اگر از یونس ابن ابی اسحاق روایت کند، که این روایت بحیرای راهب را هم از یونس ابن ابی اسحاق روایت کند. تازه میاییم به متن روایت، میگه پیامبر 9 ساله یا 10 ساله بوده. قطعا از نگاه کتاب های تاریخی ابوبکر صدیق از پیامبر علیه السلام 2.5 سال کوچکتر و خردتر بوده. حالا چطور امکان داشته که ابو طالب یک طفل 9 ساله را باز به همراه یک طفل 7 ساله یا 6.5 ساله از شام، از سرزمین شام به مکه بفرستد چنان که در روایت؟ و در روایت آمده که بلال هم همراهشان بوده. ابو طالب گفته ای بلال تو هم برو، اگر وسط را اینها یک چای قهوه چیزی نیاز داشتن برایشان آماده بکنی. بلال بعدها غلام ابوبکر میشه و در زمان حدوث این واقعه که اینها ادعا میکنن بلال اصلا و ابدا تولد نشده. خود پیامبر هرگز از این روایت و از این سرگذشت یاد نمی کنند. بعدها وقتی که مشرکان مکه، مردم مکه به طور عموم پیامبر تکذیب می کنند، رسول گرامی هرگز نمیگن یاد شما نیست که اونجا بحیرای راهب چی گفت؟ کاکا جان تو خوب یادت هست، چرا به اینها نمیگی؟ و تازه ای که مردم مکه دنبال سوژه می گشتند، مثل که فعلا می بینیم برخی رسانه ها دنبال یک سوژه هستند که آن را چیزی هم اضافه کنند و برها به مردم برسانند. مردم مکه هم دنبال سوژه و دنبال موضوع میگشتن، از بس که بیکار بودن خیلی از اینها به شعر و شاعری رو آورده بود.
اگر موضوعی به این بزرگی اتفاق می افتاد حتما به پیامبر و خانوادهش تبریک می گفتن. و بالاخره پیامبر همیشه منتظر وحی باقی می ماند. وقتی که جبرئیل را می دید ترس و لرزی به دلش راه نمی افتاد، بلکه می گفت آها، من خود تقریبا 30 سال است منتظر تو هستم، حالا آمده. پس روایاتی که مستشرقین با آن استدلال می کنند که رسول گرامی در خودسالی رفته، مستشرقین باز چی میگن؟ از ساده مزاجی برخی راویان ما سوء استفاده بکنند، بگن آری پیامبر در خودسالگی به شام میرفته، تجارت هم میکرده، اونجا درس خوانده است، در آنجا کالج های حقوقی بوده، در کالج در انطاکیه بوده، کالج در شام بوده است، کالج در مصر بوده، محمد میرفته اونجا درس میخوانده، تمام بحث ها و بخش های حقوقی که در مذهب یهود و در مذهب نصارا است همه را فرا گرفته و بعدا موافق با شرایط جزیره العرب چیزی بر آن افزوده و قرآن را درست کرده. یک مورد، آیا تشریع اسلامی برگرفته از تورات و انجیل است؟ خیر، هرگز چنین نیست. نص صریح قرآن امی بودن رسول گرامی را ثابت میکنه و تاریخ ما نتوانسته ثابت کند که پیامبر به سرزمین شام سفر کرده باشد قبل از نبوت. یک مورد. مورد دیگر، در قرآن کریم با شدیدترین الفاظ بر اهل کتاب به ویژه بر یهودیان تردید شد، چنان که ما در قرآن داریم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، و یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمی شوند تا زمانی که از ملت آنها پیروی کنی. همچنین در قرآن داریم سوره مائده: و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، یهود و نصارا گفتند که ما فرزندان الله و دوستان الله است. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بگو پس چرا شما را به سبب گناهانتان عذاب می کنم. همچنین در قرآن کریم داریم سوره مائده آیه شماره 51: یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یهودیان و نصرانی ها را دوست نگیرید، اینها را به دوستی انتخاب نکنید. همچنین در قرآن کریم میخوانیم، کدام سوره است؟ باز هم سوره مائده آیه 64: یا ایها الذین آمنوا، ببخشید، و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، یهودی ها گفتند که دست الله بسته است، دست هایشان بسته بود و به سبب آنجا گفتند لعنت شدند. و شدیدترین الفاظ بر تورات و انجیل و بر یهودیان تردید شده است. چطور امکان دارد که از یهود گرفته شده باشد و یا از شریعت نصارا گرفته شده باشد؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، یهودی ها و نصارا که در تورات و انجیل تحریف کرده. آها، شاید کسی بگه که پس چرا برخ مشابهات در بین بایبل، تورات و انجیل و در بین قرآن وجود داره؟ نگاه کنید، ما انکار نمی کنیم که اصل تورات و انجیل از طرف الله بوده، اصل تورات و انجیل از طرف الله بوده، اما یهودی ها و نصرانی ها در آن دستکاری کردن. مشابهت های هم که وجود داره به خاطر همان مواردی است که آنها نتوانستند دستکاری کنند. ادیان با هم وجه اشتراک داره، برخی واقعات در کتب آسمانی مشابه هم دیگر است و اصولا میبینیم که در ادیان دیگر هم نماز بوده، روزه بوده است، زکات بوده، حج بوده. حالا ما به بیت الله، به مکه مکرمه برای حج میرویم، آنها به یروشلیم میروند، یا به نهر اردن میروند، و یا به کلیسای قیامت میروند، و یا به دیوار ندبه می روند یهود و نصارا، آنجا می روند حج. یک مورد دیگر که تشریع اسلامی از تورات و انجیل گرفته نشده، کتابی هست از یک دانشمند و طبیب فرانسیسی از فرانس است، اسمش هست موریس بوکای. در 1998 میلادی فوت کرده، یعنی حدوداً 22 سال پیش. موریس بوکای بعد از مطالعه قرآن کریم مسلمان میشه، کتاب دارد بایبل، قرآن اند ساینس اسم کتابش است، عهدین، قرآن و علم. استدلال میکنه که در قرآن هیچ عبارت وجود نداره که با واقعیت های اثبات شده علمی در تناقض باشه.
اما صدها مورد در تورات و انجیل وجود دارد که با علم و با ساینس در تضاد و در تناقض است. چطور بوده که محمد که درس نخوانده بوده، پیامبری که درس نخوانده بوده علیه السلام، جوانبی که با ساینس در تضاد نبوده را انتخاب کرده و جوانبی که در با ساینس در تضاد بوده این جوانب را ترک کرده است؟ آیا تشریع اسلامی برگرفته از تورات و انجیل است؟ خیر، چنانکه در قرآن تردید شدید بر تورات و انجیل وجود دارد، چنانکه دانشمندان غربی از جمله موریس بوکای طبیب بزرگ فرانس به اینجا گواهی میده و چنانکه در قرآن و در تاریخ ثابت است که رسول گرامی اسلام خواندن و نوشتن بلد نبود است. و همچنین باید بگیم که خیلی از مستشرقین اورینتالیسم برای باورند که اصلا قرآن از قواعد و قوانین رومی و از تورات و انجیل گرفته نشده و متأثر نمیباشد. برای تفصیل به همین کتاب دکتر موریس بوکای هم مراجعه کنید، کافی است. ای بود کلن فصل اول تاریخ تشریع قرآن. حالا میایم به فصل دوم، مراحل اجمالی تشریع و قانونگذاری در اسلام. البته فصل دوم ما تشریع و قانونگذاری در حیات رسول گرامی اسلام است. قبل از آن همین مراحل تشریف یک بار مختصرا توضیح میدیم و بعدا به فصل دوم خود وارد میشیم. اجمالا تشریف و قانونگذاری در اسلام از زمانی که فرمان اقرا نازل شده، زمانی که رسول گرام اسلام در غار حرا بودند، از همان لحظه تا عصر که فعلا ما هستیم، تشریع و قانونگذاری در اسلام از 5 مرحله گذشته است. اگر به سوال امتحانی برخوردیم که مراحل اجمالی تشریع و قانونگذاری در اسلام را برشمارید یا اجمالا بیان کنید، انمی 5 مرحله را نوشته می‌کنید. مرحله نخست، تشریع و قانونگذاری در حیات رسول گرامی اسلام. از 40 سالگی رسول گرامی، از زمانی که اقرأ بسم ربک الذی شروع می نازل می شوان حضرت به پیامبری مبعوث می شن تا فوت ایشان در مدینه منوره، اولین آیات اقرأ هست و آخرین آیه هم واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون در سوره بقره، غالبا آیت 281 سوره بقره باشد. حدود 23 سال طول کشیده است. 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه. مرحله دوم از مراحل تشریع و قانونگذاری، تشریع در عهد خلفای راشدین یا در عهد صحابه کرام است. قانونگذاری اصلا شارع الله است. رسول الله را که هم ما شارع میگیم به خاطر اینکه توضیح دادند و واضح کرده و به ما رسانده است. صحابه کرام هم معلمین برای دین بودند. از بیشتر دیگه حیثیت شارع به آن شکلی که الله است را هیچ کس ندارد. مرحله دوم تشریع در عهد خلفای راشدین از فوت رسول گرامی شروع میشه و تقریبا تا دور برای سال 90 و 100 هجری ادامه پیدا میکنه. این دو مرحله. مرحله سوم تشریع در عصر ائمه بزرگ فقه و اجتهاد از 100 تا 350 هجری. در این مرحله امام ابو حنیفه هست، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سفیان ثوری، اوزاعی، ابن جریر، طبری، ائمه بزرگی در فقه و همچنین در حدیث، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجه. مرحله سوم تشریع در عصر ائمه بزرگ، عصر تدوین هم هست. احادیث تدوین میشه، فقه تدوین میشود و بالاخره عصر شکوفایی فقه میباشد و عصر شکوفایی قانون گذاری. مرحله چهارم مرحله تقلید و انجماد است. این مرحله از تقریبا از قرن چهارم، از سال 400 هجری شروع میشه و
زمان زیادی ادامه پیدا میکنه که مسلمان ها منجمد هستند، گویا که یخ زده شده باشند و تقلید کورکورانه میکنند، بگویند خداوند رحمت کند، ابو حنیفه و مالک و شافی و احمد را اینها اجتهاد کردند، نیازی نیست که دیگه ما زحمت بکشیم و تلاش بکنیم و خود را به خاری بندازیم. این مرحله خیلی طول کشید. تفصیل هر کدام از این مراحل جدا داده میشه. و مرحله پنجم مرحله بیداری و برگشت به اجتهاد است. گویا که امت اسلامی یک بار دیگر بیدار شده و به اجتهاد برگشته، یک رنسانس به وجود آمده. البته فعلا ما اینطور فکر میکنیم، ما که در قرن 15 هجری هستیم، فعلا هست امسال 1441 هجری، قرن 15 هجری، قرن 21 میلادی، ما اینطور فکر میکنیم که تقریبا حدود 50-60 سال 70 سال میشه که مسلمان ها کم کم میخواهند بیدار بشوند، تعصبات کورکورانه مذهبی و تقلید آبا و اجداد را میخواهند ترک بکنند، در روشنایی قرآن و سنت میخواهند به پیش بروند. و بحث های در رابطه با فقه مقارن هست در کالج ها و پوهنزه های شریعت و در مدارس دینی فقه مقارن تدریس میشه. طلبه علوم دینی و عموم مسلمان ها از تقلید کورکورانه میخواهند بیرون بشوند، تابع دلیل باشند. ما فعلا اینطور فکر میکنیم. شاید کسی که 100 سال یا 200 سال بعد تاریخ تشریع اسلامی نوشته کند، ما را هم در مرحله چهارم ذکر کند که بله، اینها در عهد تقلید و انجماد به صد می بودند. این بود درس این جلسه. جلسه بعدی از فصل دوم شروع می کنیم. کتابی که دست من است صفحه 63. البته درس خود یک مرور می کنم. از حفظ عقل انسان ها شروع کردیم. یکی از جمله مقاصد و اهداف و بزرگ شریعت اسلامی حفظ عقل انسان هست که قبل از آن حفظ نفس بود و حفظ مال بود و مورد سوم حفظ دین بود، چهارم حفظ عقل و پنجم حفظ عرض آبرو و نسل انسان. اهداف بزرگ شریعت اسلام. شریعت چه چیزی را تحقیق بکنه؟ آنچه به نفع انسان باشد و انسان را تضمین بود. مبحث هشتم داشتیم، آیا تشریع اسلامی برگرفته از تورات و انجیل است؟ خیر، نیست. شبهات مستشرقین حاقد مثل گرد زهر را جواب داد. در اینجا مراحل اجمالی تشریع و قانونگذاری در اسلام داریم. مرحله نخست تشریع و قانونگذاری در حیات رسول گرامی، دوم تشریع در عهد صحابه کرام، سوم تشریع در عصر ائمه بزرگ فقه و اجتهاد، چهارم مرحله تقلید و انجماد، پنجم مرحله بیداری و برگشت به اجتهاد. درس ما همینجا به پایان رسید. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.